بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کند جور و صحتمند باشه. صحتمندی شما را از خداوند متعال خواهانم. خب شاگردان عزیز، درس گذشته ما مطالعه کردیم، خدا کنه که مطالعه کرده باشین، خدا کنه که مشکلات خود حل ساخته باشین، و همچنان در مورد درس گذشته میخوایم که یک معلومات بتم. یعنی درس گذشته ما شما گروه ها و تناوب ها بود که ما شما در جدول دوره‌ای ما او را به صورت مکمل خواندیم، و همچنان گفتیم که جدول دوره‌ای یعنی یکی قطارهای افقی داره و دیگر قطارهای عمودی داره. گفتیم که قطارهای افقی را به نام دوره، تناوب و یا پریود یاد میکنه، و همچنان دسته های عمودی را یا قطارهای عمودی را به نام گروپ و یا دسته یاد میکنه. به می ترتیب گفتیم که امی گروپ ها به دو دسته تقسیم شده، که یکی گروپ های اصلی گفتیم و دیگر گروپ های فرعی. اینی گروپ های فرعی است و همچنان اینی گروپ هایی که مثال یک ای دو ای، اینی سه ای و چار ای که داره، یا گروپ های اصلی استن که ما گفتیم که گروپ فرعی را در صنف های بعدی انشاءالله به صورت مفصل مطالعه میکنیم، و ما و شما صرف گروپ های اصلی را تحت مطالعه قرار داریم. و همچنان بر علاوه درسی که ما و شما مطالعه کردیم، یک کار خانگی برتان داده بودم که خدا کنه کار خانگی خود را حل کرده باشین و همچنان مشکلاتتان حل شده باشه. خب شاگردان عزیز، حال درس جدید آغاز میکنیم که درس جدید ما صنف هشتم است. موضوع مضمون کیمیاست. موضوع خواص کیمیاوی مشابه در عین گروپ است. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته ما به صورت مختصر یعنی گروپ ها را شناختیم که گروپ اول کدام از گروپ دوم، کدام از گروپ سوم، چهارم و پنجم، با می ترتیب ما او را در درس گذشته مطالعه کردیم. خب شاگردان عزیز، وقتی که ما از گروپ صحبت میکنیم، یعنی هدف ما ای است که امو عناصری که در یک گروپ موقعیت داره از لحاظ خواص کیمیاوی و فیزیکی با هم چی هستن؟ با هم مشابه هستن. یعنی وقتی که یک عنصر از این گروپ، وقتی که اگر ما شما مطالعه کنیم، یعنی به صورت اون میتونیم که امو عناصری که در امو گروپ موقعیت داره، یعنی با تمام عناصر ما آشنایی حاصل کرده میتونیم. یعنی طور مثال اگر بگویم که سودیم اگر ما شما مطالعه کنیم، یعنی میبینیم که سودیم چی است؟ سودیم یک فلز است، یعنی فلز فعال است و جلای فلزی داره و رنگش هم رنگ سفید نقره‌ای است. به می ترتیب فعالیت کیمیاویش زیاد است. یعنی این وقتی که ما شما مطالعه کردیم، پس ما شما میتونیم بگوییم که پتاسیم، روبودیم، سیزیم، فرانسیم، یعنی به صورت عموم کلش با سودیم، یعنی خواصهایشان چی است؟ مشابه است. خود صرف در قسمت فعالیت هر قدر که با طرف پایان رفته میریم، فعالیتهایشان کم کم زیاد شده میره، پس دیگر خواصهایشان با هم چی می باشه؟ با هم مساوی می باشه. یعنی اگر ما تعاملات کیمیاوی را بگوییم، یعنی امو عناصری که مثال گفتیم سودیم، یعنی اگر بگوییم تعاملات کیمیاویشان با
پوتاشیم، روبودیم، باسیزیم چی هستن؟ مشابه هستن. و اگر ما شما در قسمت غیر فلزات اگر بحث کنیم، یعنی میبینیم که اکسیژن هست، سلفر هست، به می ترتیب نایتروژن، فاسفورس و کلسیم و سیلیکان هست، یعنی می عناصر که اگر ببینیم به صورت موم، یعنی الاخره، یعنی همشان از لحاظ خواص های فیزیکی و کیمیایی با هم چی هستن؟ با هم مشابه هستن. اگر در این قسمت از یکی ما شما در قسمت تعاملات کیمیایی بحث میکنیم، یعنی فکر میکنیم که تمام همی عناصری که در این گروه موقعیت داره تمامشان یک قسم تعاملات کیمیایی را چی کرده میتونه؟ انجام داده میتونه. طور مثال اگر ما شما ببینیم کاربن است، کاربن یعنی در گروه چندم موقعیت داره؟ در گروه چهارم موقعیت داره. اگر بگویم کاربن یعنی امرای اکسیژن تعامل میکنه، کدام نوع مرکب میسازه؟ مرکب کاربن دای اکساید میسازه. چی را میسازه؟ مرکب کاربن دای اکساید میسازه. و یا اگر بگویم کاربن امرای سلفر، چرا که کاربن در گروه چهارم موقعیت داشت و اکسیژن در گروه ششم موقعیت داشت، و اگر بگویم که همین کاربن با سلفر، سلفر در کدام گروه موقعیت داره؟ با مثل اکسیژن در گروه ششم موقعیت داره. پس وقتی که همین کاربن با سلفر هم وقتی که تعامل میکنه چی رو میسازه؟ قبلا گفتیم که کاربن با اکسیژن کاربن دای اکساید، کاربن با سلفر کاربن دای سلفاید، یعنی خواصهایشان با هم چی است؟ با هم مشابه است. و یا اگر بگوییم که سودیم در کدام گروه موقعیت داره؟ در گروه اول موقعیت داره. و اگر بگوییم که سودیم با امرای کلورین تعامل کنه، کدام نوع مرکب میسازه؟ مرکب سودیم کلوراید میسازه. سودیم چی ده؟ سودیم کلوراید. یعنی کلورین در کدام گروه موقعیت داره؟ در گروه هفتم موقعیت داره. در گروه چندم؟ در گروه هفتم موقعیت داره. پس اگر ما ساختمان الکترونی از اون متوجه شویم، کلورین در قشر آخری خود هفت الکترون داره. چند الکترون داره؟ هفت الکترون داره. و سودیم در قشر آخری خود چند الکترون داره؟ یک الکترون داره. پس سودیم یک الکترون خود به چی؟ به کلورین میبازه. به می ترتیب توسط باختن الکترون و گرفتن الکترون هر دو عنصر با هم یک جا میشه، کدام نوع مرکب میسازه؟ مرکب سودیم کلوراید میسازه. و همچنان اگر بگویم که سودیم یا پتاشیم همچنان به قسم سودیم، یعنی تعاملات عین تعاملات چی میکنه؟ انجام میده. مثال بگویم که پتاشیم با امرای کلورین تعامل میکنه، چی رو میسازه؟ پتاشیم کلوراید میسازه. پتاشیم چی ده؟ پتاشیم کلوراید. یعنی پتاشیم در گروه اول موقعیت داره، یعنی در قشر آخری خود یک الکترون داره، و کلورین گفتیم که در گروه هفتم موقعیت داره، در قشر آخری خود هفت الکترون داره، که یک الکترون از پتاشیم میگیره و ای با باختن یک الکترون و او با گرفتن یک الکترون، یعنی این چارچ مثبت به خود اختیار میکنه و این چارچ منفی رو به خود اختیار میکنه، یعنی توسط رابطه آیونی با هم چی میشه؟ با هم یک جا شده، بالاخره مرکب پتاشیم کلوراید چی میکنه؟ میسازه. خب گفتیم که همی عناصری که در یک گروه موقعیت داره به صورت عموم همه ایشان، یعنی از لحاظ خواص های کیمیایی فیزیکی با هم چی است؟ با هم مشابه است. یعنی اگر یک شاگرد نمیتونه که تمام از این عناصر خواص های فیزیکی و کیمیاییش چی کنه؟ یعنی یاد بگیره. اگر از هر گروه
از هر گروه وقتی که یک عنصر از اوره یعنی خواص کیمیایی و فیزیکی از اوره یاد گرفت، یعنی به ترتیب گفته میتونه که ما از همین گروه اوله از تمام عناصرش خواص کیمیایی و فیزیکیش یاد دارم، مشکل نیست. یعنی وقتی که از یک عنصر یاد گرفت، یعنی چرا که یک عنصر یک گروه با دیگر عناصرشان یعنی خواصای فیزیکی و کیمیاییشان چی است؟ با هم مشابه است. یعنی یاد گرفتن همه ازیا که خواصای کیمیایی و فیزیکیشان است، یعنی یاد گرفتنش مشکل است. پس ما از هر گروه میتونیم که یک عنصر از او را یعنی خواصای کیمیاییش و فیزیکیش یاد بگیریم، و می ترتیب گفته میتونیم که از همه یک گروه ما میتونیم بگوییم که خواصای فیزیکی و کیمیایی از او را یاد داریم. خب شاگردان عزیز، در قسمت جدول دوره ما شما معلومات حاصل کردیم و همچنان در قسمت خواصای کیمیاوی مشابهی که در عین گروه است ما این هم آل اون معلومات حاصل کردیم. گفتیم که عناصری که در یک گروه موقعیت داره یعنی به صورت عموم از لحاظ خواص با هم چی هستن؟ با هم مشابه هستن. یعنی خواصای کیمیاوی و خواصای فیزیکیشان با هم چی هستن؟ با هم مشابه است. چرا که ما شما اینجا در تعاملات هم نشان دادیم، گفتیم که امو عناصری که در یک گروه موقعیت داره عین تعاملات چی میکنه؟ انجام میده. خب با قسم کار خانگی شاگردان عزیز، در صفحه کتابتان، در صفحه کتابتان که صفحه 19 است، یک جدول است، یک جدول داده شده که اینمی جدول شما بعضی خانه خالی هایی که داره، شما از روی اینمی نامه هایی که نامه های عناصری که در این جدول درج شده میتونین که اینی خانه های خالی را شما پر کنین. یعنی با قسم از این که تسکو که در خانه اول، یعنی سودیم با کلورین است که سودیم کلوراید که نامش است، این نامش است و این فرمولش است. یعنی درد شده شما از این عنصری که در قسمت دوم از سودیم با برومین است، شما اینجا که سودیم برومید و دیگر فرمولش چه رقم است، این شما در جدول کتابتان خانه پوری کنین و از روی جدول دوره ای هم استفاده کرده میتونین و مشکل خود حل کرده میتونین. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. تا درس آینده شما را به خداوند متعال مسپارم. تشکر از توجهتان. خدا حافظ.